سلام به همه دوستان عزیزم در کانال ایران اسپورت. خیلی شاکرم، خیلی هم خوشحالم که امروز دوباره با گزارش کشتی فوق‌العاده جذاب و خاطر انگیز با شما عزیزان هستم. همونجور که تو برنامه دیشبمون گفتم، دیگه از امروز میخوایم در ایران اسپورت از باز مسابقات جهانی و ناکامی هایی که داشتیم بیایم بیرون، برگردیم به همون خط اصلی کانال که گزارش کشتی های قدیمی و خاطر انگیز و پخش مستند و گلچین فنون از کشتیگیرهای مختلف. البته که حالا من گفتم ناکامی های مسابقات جهانی، ولی خب در حقیقت آنچنان هم در مسابقات جهانی ناکام نبودیم، به خصوص در رده‌بندی تیمی. خب بعد کار نکرد، هم تیم فرنگی هم تیم آزاد بعد نبودن، هم در آزاد دوم شدیم تیمی، هم در فرنگی. ولی خب از نظر کسب مدال طلا خوب نبودیم دیگه. در مجموع 20 وزن آزاد و فرنگی ما کلن 2 دونه طلا گرفتیم که جفتش هم توی سنگین وزن بود. به قولی از نظر امتیاز تیمی بد نبودیم، ولی خب چون که طلا نگرفتیم این مسابقات جهانی صفا نداشت. اصل قضیه جورای طلاه، اون چیزی که تو تاریخ میمونه عملکرد فردی بچه هاست و کسی مدال طلاه. شاید کسی یادش نباشه که مثلا سال 2000 کدوم تیم دوم شده، واقعا هم خیلی مهم نیست، ولی قهرمانان سال 2000 رو علاقمندان به کشتی خب میشناسن. با این مقدمه بریم سراغ گزارش کشتی امروز. کشتی که امروز براتون انتخاب کردم تا گزارش کنم، مسابقه فوق‌العاده تماشایی بین رضا یزدانی و عبدالسلام گادیسوف روس. علاقمندان به کشتی قطعا گادیسوف رو میشناسن. عبدالسلام گادیسوف یکی از کله گنده ترین کشتیگیران روسیه در دهه 2010 تا 2020 بود و یکی از مدعیان جانشینی حاجی مراد گاتسالوف بود. کلا این وزن 96 کیلو که بعدن شد 97 کیلو بعد از گاتسالوف، چند تا مدعی داشت که اینا همه دنبال این بودن که تاج و تخت پادشاهی گاتسالوف رو تصاحب بکنن. هر سال یکیشون موفق تر بود، رضا یزدانی و خطاب گازیموف و عبدالسلام گادیسوف در واقع سه نفر اصلی بودن که بعد از گاتسالوف به دنبال کسب تاج و تخت پادشاهی وزن 96 کیلو بودن. حالا من آخر کشتی که تموم شد توی آخر برنامه یه توضیح راجع به این که بعد از گاتسالوف قهرمانی هر سال به کی رسید توی 96 کیلو براتون میدم. بریم سراغ گزارش کشتی. رضا یزدانی دلاور کشورمون رو با دوبنده قرمز خواهیم دید و بله اینجا وارد ورزشگاه میشه، پشت سرش هم چهره رسول خادم رو میبینیم و این هم عبدالسلام گادیسوف که با دوبنده آبی وارد میشه. این مسابقه در سال 2012 المپیک لندن دور اول برگزار شد و حالا اینجا گادیسوف مثل که مسیر اشتباهی رو انتخاب کرده برای وارد شدن به توشک. راهنماییش میکنن که از سمت مقابل برای توشک بشه. سال قبل از 2012 در مسابقات جهانی 2011 استانبول رضا یزدانی در این وزن قهرمان شد و یه جورایی مدعی اصلی کسب مدال طلا در این المپیک رضا یزدانی از کشور ایرانه که اینجا در دور اول خورده به عبدالسلام گادیسوف. یعنی دور اول فینال این المپیک رو یه جورایی داریم میبینیم. گادیسوف نماینده روسیه است و جانشین حاجی مراد گاتسالوف شده در این وزن. فوق‌العاده از همون ابتدا که گادیسوف وارد مسابقات شد کیفیت بالای خودش رو نشون داد. اینجا واسه داربسته مسابقه آغاز میشه. دو کشتیگیر در همین ابتدا خیلی جنگنده کار رو رضا یزدانی آغاز کرده، خوب داره رو به جلو، دستاش خوب داره کار میکنه. اون سر و گردن گادیسوف رو اینجا یه لحظه مهار کرد، ولی گادیسوف تا این لحظه رو اجازه کار رو نداده. رضا یزدانی خیلی داره بهتر کار میکنه. اینجا دست گادیسوف نشست برای زیرگیری. رضا یزدانی خیلی باید مواظب یه دست یه پاهای گادیسوف باشه. خداوندگار اجرای یه دست یه پای این عبدالسلام گادیسوف، فوق‌العاده اجرا میکرد یه دست یه پا رو. اینجا لحظه اینجا رضا یزدانی زد زیر کتف عبدالسلام گادیسوف که
کادیسوف بهش اجازه کار رو نمیده، دو کشتیگیر همچنان در سرپا رو سرگردن هم دیگه کار میکنن. کادیسوف یه بار دیگه نشون داد برای زیرگیری، ولی باز هم رضا یزدانی بهش اجازه کار رو نداد. رضا یزدانی گاردش رو پایین تر گرفت، قدش هم کوتاه‌تره، اینجا یه لحظه نزدیک بود یه دست یه پا رو جفت و جور بکنه کادیسوف. رضا یزدانی خیلی باید هوشیار باشه، یه بار دیگه نیست با اینجا یه دست یه پا رو بالاخره اجرا کرد عبدالسلام کادیسوف. چه یه دست یه پای اجرا کرده، اینجا داره میره برای اجرای پیتیل پیچ که خدا رو شکر پاشو از دست عبدالسلام کادیسوف در میاره رضا یزدانی. رضا باید خیلی در برابر یه دست یه پای عبدالسلام کادیسوف هوشیارتر باشه. اینجا داور سرپا میده، در کسری از ثانیه مایه یه دست یه پا رو جفت و جور کرد، حساب کار یک بر صفر، خدا رو شکر امتیاز پول رو بهش ندادن و فقط امتیاز خاک رو به کادیسوف دادن، حساب کار یک بر صفر به سود عبدالسلام کادیسوف. اینجا یه بار دیگه میره برای زیرگیری کادیسوف، یه خم رضا یزدانی رو مال خود کرده و اینجا موفق میشه که رضا یزدانی رو از توشک بیرون بکنه و یک امتیاز دیگر رو هم به عبدالسلام کادیسوف میدن. تا این لحظه که 1:40 از تایم اول این کشتی گذشته، عبدالسلام کادیسوف خیلی بهتر کار کرده، فوق العاده خطرناک شده. اینجا یه بار دیگه هم با یه پیشانداز از پهلو موفق میشه رضا یزدانی رو خاک بکنه. دیگه تایم اول احتمالاً تموم میشه الان، بله تایم اول پایان رسید. وقت اول این کشتی رو البته هنوز بس که تمام نشد، فکر کنم 2 ثانیه کلا مونده، این بله 1:57 از وقت اول گذشته، اینجا تموم میشه. وقت اول این کشتی رو عبدالسلام کادیسوف با برتری مطلق پشت سر گذاشت. این کشتی برای سال 2012 هنوز قوانین به صورت قدیم بود، یعنی به صورت کشتی ها ستی برگزار میشد. از سال 2004 تا 2012 کشتی ها به صورت ستی برگزار میشد، یعنی 3 ست 2 دقیقه‌ای کشتی برگزار میشد که هر کی دو وقت رو میتونست ببره، دو تایم رو پیروز بشه، برنده نهایی کشتی بود. اینجا تایم دوم دوباره 0-0 دو کشتیگیر مسابقهشون شروع میکنن. اگر این تایم رو هم رضا یزدانی ببازه کلن کشتی رو باخته، و اگر که بتونه ببره کشتی میره به وقت سوم. اینجا کادیسوف یه بار دیگه رفت برای زیرگیری، حالا خوب داره رو به جلو کار میکنه. رضا یزدانی این تایم رو پر انرژی شروع کرده، یه بار دیگه میزنه زیر کتف کادیسوف. اینجا فرصت خوبی داره که کادیسوف خواهش میکنه، متاسفانه کادیسوف اجازه کار رو نمیده. میتونست کادیسوف رو از توشک بیرون بکنه، اینجا موفق میشه بالاخره عبدالسلام کادیسوف رو از توشک بیرون بکنه. کادیسوف داشت خوب دفاع میکرد، قشنگ نزدیک بود که اینجا هم بچرخه و اجازه نده که رضا یزدانی از توشک بیرونش بکنه. ولی حالا اینجا یه تذکر بکنم به مربی ایران، داور داد 26 ثانیه از وقت دوم این کشتی گذشته، به هر دو مربی تذکر میده که بشین از سر جاشون. دارن مثلا اینجا مجددا سوت میزنه، دو کشتیگیر همچنان رو سرگردن و هم دیگه کار میکنن. یه بار دیگه رضا یزدانی میزنه زیر کتف کادیسوف و یک بار دیگه موفق میشه عبدالسلام کادیسوف رو خاک بکنه. پلنگ جویبار این تایم رو طوفانی شروع کرده، 38 ثانیه از تایم دوم این کشتی گذشته و حساب کار 2-0 به سود رضا یزدانی. یه خورده کادیسوف به نظر میرسه که خسته هم شده، عملکردش با تایم اول خیلی متفاوته. یه بار دیگه رضا یزدانی میزنه زیر کتف عبدالسلام کادیسوف، خیلی خوب داره کشتی میره رضا یزدانی در این لحظات، 2-0 هم پیشه. یه بار دیگه کادیسوف حالا میره اینجا برای دوخم که اجازه کار رو به رضا یزدانی بهش نمیده، حالا میخواد بره برای کمرگیری کادیسوف که سرش در میاره رضا یزدانی. یه بار دیگه زیر یه لحظه رفت برای اجرای فتح پاک، کادیسوف بهش اجازه کارو نداد. همونجوری که کادیسوف استاد یه دست یه پاه، رضا یزدانی هم استاد اجرای فتح پاه که در این صحنه موفق نبود اجرا کنه فتح پاه خودش رو. 1:20 از وقت دوم این کشتی گذشته، دو کشتیگیر همچنان رو سر گردن هم دیگه کار میکنن. این تایم رو اینجا یه لحظه رفت برای زیرگیری که تو زد حمله موفق میشه رضا یزدانی خاکش بکنه. به زیبایی کار کرد در اینجا رضا یزدانی. کادیسوف رفت برای زیرگیری و رضا یزدانی با یه چرخش خیلی سریع و زیبا
موفق شد خاک بکنه عبدالسلام گادیسوف رو، حساب کار 3-0 به سود رضا یزدانی در شرایطی که فقط 20 ثانیه به پایان کشتی در این وقت باقی مونده. یه بار دیگه رفت برای یه دست یه پا، این بار دیگه رضا یزدانی بهش اجازه کار رو نداد، جوری یه دست یه پا رو اجرا میکنه که انگار داره مثلا تو سر و گردن کار میکنه، خیلی راحت یه دست یه پا میزنه. حالا اینجا وقت دوم با حساب 3-0 به سود رضا یزدانی به پایان میرسه. انتقام وقت اول رو به خوبی گرفت، نمیدونم چی شد رسول خادم نکات مهمی رو در بین دو تایم بهش گفت که این وقت رو انقدر بهتر کشتی گرفت رضا یزدانی، یا از نظر بدنی مقداری گادیسوف افت کرد. گادیسوف البته مشکل نفس داشت، کلن عبدالسلام گادیسوف کشتیگیری بود که خیلی کشتیگیر فنی بود ولی مشکل نفس داشت. یادم اون زمان ها معمولا هر چی مسابقاتش به آخر میرفت، الان میبینید همچین رضا یزدانی وسط تشک داره رقص پا میکنه ولی گادیسوف دستش رو گذاشته رو زانوش و خیلی سرحال نیست. چه عرقی ریخته رو تشک، اینجا کمک میکنن که کشتی کشتی خشک بشه. حالا اینجا تایم سوم آغاز شده، دو کشتیگیر در سر پا رو سر گردن هم دیگه کار میکنن. رضا یزدانی شادابتره به نظر میرسه، گادیسوف یه مقداری خسته شده. اینجا رضا یزدانی میره برای زیرگیری سر رو و به زیبایی و مچ پا میرسه و موفق میشه خاک بکنه. گادیسوف حالا میره برای اجرای بارانداز که موفق نبود. 1-0 به سود رضا یزدانی. خیلی سر حال رضا، به نظر میرسه که در این تایم نفسش خیلی بهتر از گادیسوفه. یه بار دیگه میزنه زیر کت به عبدالسلام گادیسوف، اینجا میتونه گادیسوف رو توشک بیرون بکنه. گادیسوف میچرخه و یه لحظه رفت برای زیرگیری، سر و گردن گادیسوف رو مهار کرده رضا یزدانی. 36 ثانیه از وقت سوم این کشتی گذشته. اینجا یه بار دیگه رفت برای زیرگیری و موفق شد. متاسفانه مثل برق و باد به مچ پای رضا یزدانی رسید و در کسری از ثانیه موفق شد که رضا یزدانی رو خاک بکنه. حالا اینجا میره برای اجرای بارانداز، بعیده که بتونه از کتف به رضا یزدانی بارانداز بزنه. حالا اینجا دیگه شیطنت هم میکنه گادیسوف در بلند شدن از تشک، دستش رو گذاشت رو کمر رضا یزدانی. کلا کشتیگیر بد اخلاق اینا، ولی اینجا شیطنت که اینجا میتونست رضا یزدانی یه بار دیگه گادیسوف رو از تشک بیرون بکنه. حساب کار 1-1، ولی امتیاز آخر رو گادیسوف گرفته و گادیسوف برنده این کشتی. یه بار دیگه یورش بر رضا یزدانی که گادیسوف رو از تشک بیرون بکنه، گادیسوفش اجازه کارو نداده، سر و گردن گادیسوف رو مهار کرد. 1:20 گذشته، 40 ثانیه فرصت داره، رضا یزدانی داره به آب و آتیش میزنه. اگه به همین روند ادامه بده قطعا امتیاز میگیره. گادیسوف هم خداییش داره خوب دفاع میکنه. حالا داور کشتی رو متوقف میکنه، یه تذکر به عبدالسلام گادیسوف میده. گادیسوف مشخصا نفسش بریده، اگر که به حملات اینجا در این لحظه میتونست بیرون بکنه. عجب کشتیگیر و چغری این گادیسوف، دقیقا در مرز پشک باز هم چرخید، باز هم داور کشتی نگه هم. این که داور کشتی نگه هم داره به نفع گادیسوفه. فقط 17 ثانیه باقی مونده، اینجا میتونست، اینجا داره میره که رضا یزدانی خاک بکنه عبدالسلام گادیسوف رو. گادیسوف هنوز بهش اجازه کار رو نداده، سر و گردن گادیسوف رو مهار کرده. اینجا میره که برسه پشت عبدالسلام گادیسوف، اینجا رسید و داور امتیاز رو داد. حساب کار 2-1 به سود رضا یزدانی. در ثانیه آخر داور امتیاز رو داد. رضا یزدانی مسابقه نفسگیر رو در لحظه آخر پیروز میشه. حالا مربیان روسیه اعتراض میکنن، درخواست چلنج میکنن، امیدوارم که چلنجشون مورد قبول واقع نشه. لحظه آخر که داور امتیاز رو داد یه خورده مشکوک بود که خاک شده یا خاک نشده. اینجا صحنه آهسته رو داریم با هم میبینیم. در این لحظه اینجا رضا یزدانی رسید به پشت گادیسوف و داور امتیاز رو اینجا داد که مشخص نبود که زانوهای
گادیسوف رو توشکه یا نه. یک لحظه فکر میکنم رضا یزدانی پشت گادیسوف رسید و زانوهای گادیسوف رو توشک بود، بعدش زانوهاش رو توشک بلند کرد. یعنی برای یک لحظه تونست گادیسوف رو خاک بکنه. باید ببینیم تصمیم رئیس توشک و بله بله چلنج مورد قبول واقع نمیشه. یک امتیاز دیگه هم رضا یزدانی میدن، 3-1 این تایم رو پیروز میشه و در مجموع 2-1 رضا یزدانی این کشتی رو از عبدالسلام گادیسوف نابغه کشتی روسها میبره. گادیسوف معترض هم هست، همچنان دستش رو از دست داور با عصبانیت بیرون کشید. اینجا رضا یزدانی میره سمت مربیان روسیه و دست میده باهاشون. رسول خادم هم با عبدالسلام گادیسوف دست میده. خیلی کشتی نفسگیر بود، ثانیه های آخر به خصوص خیلی کار نفسگیر پیش رفت و رضا یزدانی 20 ثانیه آخر رو واقعا دلیرانه کشتی گرفت. گادیسوف هم با اینکه نفس نداشت چند بار دقیقا در مرز بیرون تشک خوب چرخید، میخواست چغربازی در بیاره و امتیاز رو نده که رضا یزدانی پلنگ مازندران اجازه کار رو بهش نداد و لحظه آخر بالاخره امتیاز رو هر جوری بود ازش گرفت. خدا رو شکر داورا هم در این صحنه مهربون بودن، اگر که میخواستن اذیت بکنن میتونستن امتیاز رو ندن، چون یک لحظه تونست گادیسوف رو خاک بکنه. بعدش گادیسوف دوباره زانوهاش رو از تشک برداشت و دوباره که رضا یزدانی کاملا خاکش کرد 2 دقیقه تموم شده بود، ولی تو همون لحظه 1 دقیقه و 57 ثانیه یک لحظه زانوهای گادیسوف توشک بود و رضا یزدانی به پشت گادیسوف رسید در اون لحظه. کشتی خیلی تماشایی و نفسگیری بود، ولی المپیک 2012 لندن برای رضا یزدانی در ادامه خوشیوم نبود و رضا در مرحله 1/4 نهایی دچار مصدومیت شد، هرچند که مسابقهش رو برد با همون مصدومیت و رفت نیمه نهایی. نیمه نهایی یکی از تلخترین صحنه های تاریخ کشتی ایران رقم خورد، جایی که رضا یزدانی در اوج آمادگی، در اوج شایستگی، مصدومیت شدید زانو بهش اجازه نداد کشتی رو ادامه بده. من اصلا از ذهنم بیرون نمیره وقتی که رضا یزدانی دوخمش رو کشتیگیر مقابل، الان یادم رفته روبروی کی بود، 2012 خطاگازیموف بود فکر میکنم، اشتباه نکنم خطاگازیموف بود، رفت رو مخم که کشتیگیر روبروش تو نیمه نهایی کی بود. الان رفتم نگاه کردم گازیموف نبود، گازیموف نیمه نهایی 2016 به رضا یزدانی خورد، حتی نیمه نهایی هم نفکرم 1/4 نهایی 2016 به گازیموف و رضا یزدانی به هم دیگه خوردن. نیمه نهایی 2012 لندن رو خورد به آندریتسوف اوکراینی که کشتیگیر خیلی عنوانداری نبود و در اون المپیک خیلی خیلی خوششانس بود این آقای آندریتسوف که نیمه نهایی رضا یزدانی مصدوم شد. و میگم این صحنه که رضا یزدانی از رو توشک به خاطر مصدومیت نمیتونست بلند بشه و لنگ لنگون برگشت وسط توشک و نمیتونست اصلا کشتی بگیره، ولی با همون وضعیت، با همون پا، اصلا با حالت لنگ لنگان داشت کشتی میگرفت، نه مثل جیدن کاکس. یه کشتی از جیدن کاکس و دیوید تیلور براتون پخش کردیم، کاکس وقتی که کشتی متوقف میشه لنگ لنگون میومد وسط توشک، ولی وسط کشتی اصلا هیچ آثاری از مصدومیت درش پیدا نبود، خیلی سر حال با دو تا پا دفاع میکرد و کشتی میگرفت و گارد میبست و اینا، ولی رضا یزدانی نه، خب واقعا مصدومیت خیلی شدیدی براش پیش اومده بود، ولی با همون مصدومیت علی‌رغم اینکه رسول خادم مربیش میگفت که انصراف بده، ولی باز میخواست بجنگه و به کشتی ادامه بده که متاسفانه ثمری براش نداشت و مصدومیتش رو هم هی تشدید کرد و نهایتا اون کشتی رو نتونست ادامه بده. و یادمه که با ویلچر رضا یزدانی رو از توشک بیرون بردن، خیلی صحنه تلخ و دردناکی بود، اون لنگ لنگ زدن به قولی کشتیگیر هموطنمون وسط توشک
در شرایطی که حریفش کاملا سر حال و قبراقه، از صحنه هایی بود که تو ذهن همه علاقمندان به کشتی در ایران قطعا باقی مونده. و این وزن 96 کیلوگرم، اول ویدیو گفتم آخر برنامه توضیح میدم که بعد از گاتسالوف چی شد. گاتسالوف از 2004 تا 2009 خب رسمن پادشاه وزن 96 کیلوگرم بود، هر سال رو تو همه مسابقات قهرمان شد جهانی و المپیک، تا 2010 که در فینال 2010 مسکو تو همون روسیه خطاب گازیموف موفق شد که به قولی تاج و تخت پادشاهی رو از گاتسالوف بگیره و دیگه پادشاه سنگین وزن دنیا معلوم نبود. سنگین وزن که در واقع نیمه سنگین وزن دنیا معلوم نبود که 2010 رو خطاب گازیموف قهرمان شد، 2011 رو رضا یزدانی قهرمان شد، 2012 المپیک لندن رو خیلی مفت خیلی مفت جیک وارنر از آمریکا قهرمان شد. اصلا آمریکایی ها نمیدونم چجوری تو المپیک انقدر خوب نتیجه میگیرن، بحث روحی روانیه، بحث چیه. جیک وارنر هیچ جوره به قهرمانی بهش نمیرسید، ولی هم شانس آورد رضا یزدانی مصدوم شد، هم از لحاظ قرعه و اینا یه جوری براش پیش رفت که تونست برسه فینال. فینال هم که روبروش آنریتسپ اوکراینی بود و تونست مدال طلا رو بگیره. 2013 رو دوباره رضا یزدانی قهرمان شد، یعنی فکر کن رضا یزدانی هم سال قبل المپیکو قهرمان شد هم سال بعد المپیکو، فقط المپیک این وسط خار داشت. 2014 عبدالسلام گادیسوف قهرمان شد، تا رسید به سال 2015 که کایل اسنایدر اومد و یه جورایی قدرت خودش رو به بقیه دیکته کرد. 2015 جهانی کایل اسنایدر تقریبا خوب قهرمان شد، فقط عباس طهان از ایران روبروش نسبتا نزدیک کشتی گرفت، بقیه رو کایل اسنایدر تقریبا راحت برد. 2016 المپیک رو هم کایل اسنایدر قهرمان شد، تا رسید به سال 2017 که عبدالرشید سعدالله‌ایف اومد تو وزن 97 کیلوگرم، که اون سال رو هم کایل اسنایدر تونست سعدالله‌ایف رو ببره، ولی خب سالهای بعدش رو دیگه همه رو عبدالرشید سعدالله‌ایف باخت و تاج و تخت پادشاهی این وزن یه جورایی دوباره رسید به روس‌ها، تا این مسابقات جهانی 2023 که احمد تاجدینوف اومد و جفتشون رو برد و یه جورایی نمیدونم باید بگیم پادشاه جدید وزن 96 کیلوگرم احمد تاجدینوف یا سعدالله‌ایف برمیگره، چون اینا هم سعدالله‌ایف هم کایل اسنایدر جفتشون هم جوونن، سنی ندارن. سعدالله‌ایف 27 سالشه، کایل اسنایدر هم 27 سالش. اینا این کایل اسنایدر و سعدالله‌ایف و رضا یزدانی، حسن یزدانی، سه تا ستاره‌ای بودن که سال 2015 در مسابقات جهانی ظهور کردن. حسن یزدانی توی 70 کیلو اول کشتی می‌گرفت، بعد 74 کیلو. سعدالله‌ایف اول 84 کیلو بود، بعد 97 کیلو. کایل اسنایدر هم که کلاً 97 کیلو بود. حالا دیگه باید ببینیم که سعدالله‌ایف و کایل اسنایدر میتونن برگردن به قله وزن 97 کیلوگرم یا نه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین، اگه که از دیدن این کشتی لذت بردین لایک این ویدیو رو فراموش نکنید، اگر هم به کانال ما سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. مخلصتونم، خدا نگهدار.